أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن الصادق عليه السلام قال: لا إيمان لمن لا حياء له. بحث ما راجع به حیا بود و این که عرض کردم یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما همون ترویج بی حیایی است و در گذشته برای حیا به مناسبت‌های گوناگون، روابط گوناگون تقسیم بندی های شد. این جمله آخرین تقسیم بندی ما در ارتباط با حیا نسبت به موجودی را که شاهد است و ناظر است نسبت به عمل قبیح انسان. لذا عرض کردم حیا من الخلق داریم، حیا من النفس داریم، حیا من الملائکه داریم، حیا من اولیاء الله داریم، حیا من الله. اینا رو در گذشته مختصری توضیح دادم و حتی در چگونگی حیا من الله جلسه قبل که در باره داشت حق حیا را هم تا حدودی توضیح دادم. اما این جلسه این تقسیم بندی هایی را که ما کردیم، اقسام پنجگانه ای را که تقریبا برای حیا گفتیم که اینها متخذ از روایات ما بود، کدام یکی اینها از نظر ارزشی با ارزش تر است؟ دو، از نظر زیبایی کدام یکی از اینها زیباتر است؟ سه، از نظر کاربردی او در جامعه کدام یکی از اینها کاربردش بیشتر است؟ این یه بحث از خودش. اما اول که بریم سراغ این که از نظر ارزشی، مثلا فرض کنید حیاء من الخلق، حیاء من النفس، حیاء من الله، کدوم اینا از نظر ارزشی در معارف ما با ارزش تر است؟ قبل از این که وارد بشم این مقدمتاً عرض کنم مطالب گذشته رو تا توضیح داده بشه مسئله ای را که میخوایم وارد بشیم در این سرابط. خب در باب حیا که همون حالت انکسار روح، انفعال روح در ربط با عمل قبیح است، اینجا یه عامل عمل است و یک عمل است و از طرفی قبح ناشی از عمل است. در ارتباط با اون شاهدی را که شهود می کند عمل قبیح را، اینا هست در باب مسئله حیا، چون اینا رو همه من قبلا اینا رو عرض کردم. بعد هم قبح، هم قبح عقلی داریم، قبح شرعی داریم، قبح عرفی، عرف متشرع، اینا رو من عرض کردم. با توجه به این مقدمه کوتاه میریم سراغ اول. با این که اگر عملی از انسان نعوذ بالله صادر بشه که این قبیح باشد و اون شاهدی را که شهود میکند عمل را مشهود نباشد، به شهود ظاهری مشهود نباشد، به شهود ظاهری، بله از نظر ادراک باطنی من ادراک میکنم، اما از نظر ظاهر نه، شهودی نسبت به من ندارم. و در اینجا این نکته رو عرض کنم، این معنای دوئیت هم هست در کار، همراه من هم نیست به این معنا، همراه اینجا همراهی که ما میگیم و این است که نه شهود ظاهری نسبت به او دارم، نه همراه من است
یعنی به این که او در درون من باشد. همراهی اینجوری. نه، آگاه هست، میبیند. توجه کن که عرض کردم اینو درک میکنم که میبیند، اما دیدن او را نمیبینم. این رو درک میکنم که میبیند، اما دیدن او را نمیبینم. که من تعبیر کردم شهود شاهد عربی بود، فارسیش کردم. حالا در اینجا اگر انسان فعلی را که قبیح است عند شاهد غیر مشهود و در این رابطه انسان منفعل بشود، بخواد اقدام کند قبل از عملها، اقدام کند به عمل زشت نزد شاهد غیر مشهود، یا اگر نعوذ بالله غفلتاً انجام داد، منفعل بشود که مانع بشود از تکرار این عمل قبیح. نگو هر دو صورت گفتم، هم پیشگیری گفتم، همش پیشگیریه، اینم پیشگیریه، چون منگی تکرار است. این افضل با ارزشترین حیا هاست، چون او را نمی بینم. خوب دقت کن، همراهی به این معنا که تو من هم نیست. توجه کنی، تو من هم نیست به تعبیر ما، و نمی بینم، دید او را هم نمی بینم که مرا می بیند، ولی ادراک میکنم، ولی من شرم میکنم از او که عملی انجام بدم که نزد او قبیح است، زشت است. خب دیگه دارم تونسته باشم القا کرده باشم. اینجا با ارزشترین حیاها اینه در بین اقسام حیا. لذا ما در روایت داریم که افضل الحیا استحیا که من الله تعالی، با فضیلت ترین، اتکت ارزشی ما میگیم اسمش، با فضیلت ترین افراد حیا، ارزشمندترین افراد حیا این است که انسان از خدا خجالت بکشد، به خصوص در ارتباط قهرن با معاصی و گناهانه. خب قشنگ دیگه، خب همه این مقدماتشم گفتم. و او این است به این که اون فعلی را که نزد شاهد من قبیح است، او را خجالت بکشم و ترک بکنم، که ما در روایت داریم. این حیا خود دارای آثاری است. من حالا چون روایت رو من قبلا خوندم، لذا اجرا چیز میکنم که از روایت هم اصلا بعد بخونم. اثر این است که یه فعل قبیحی که متوجه میشم که اندالله قبیح است، برای خاطر که از خدا خجالت میکشم نمیکن. از آثارش این است که اگر در گذشته من فعل قبیحی غفلتاً، به تعبیر من، چون از من صادر شده بود، این حیا اثر سوء اون عمل قبیح را از بین ببرد. غفلت کردم، قول ما خدا یادش رفته بود که عجب بود، غفلت کردم. شما راجع به خودم داریم بحث میکنیم، کار نیکان را قیاس از خود مگی؟ من دیگه خودم اینجوری غالبا غافل از خدا هستم. توجه کنی، قمل زشتی ازش سر زد، درسته که مرضی اندالله نبوده. بعد حالا متوجه چیزی شد، از خدا خجالت کشید. همین حیاء من الله موجب میشه بسیاری از اون خطاهای گذشته او محو بشود، یعنی اثر سوءش از بین برود. روایتی بخونم. الحیاء من الله یمحو کثیرا من الخطایا. چه تعبیر زیبا از علی علیه السلام. حیاء از خدا موجب میشه
آثار سوء بسیاری از گناهان برطرف بشه از انسان. البته این یه به تعبیر ما برداشت از روایت، از ذره طلبگی یه جور دیگه هم میشه اینو معنا کرد، به تعبیر ما سالبه به انتفاع موضوع، به این معنا که همین که انسان این حالت درش باشه که شرم کند از خدا و گناه نکند، این شرم موجب میشود که دستش آلوده به گناه در آینده نشود. اون اول اینجوری نبود، این دومی به قول ما یمهو به این معنا که کسی رن، یعنی جلوی بسیاری از گناهان رو در آینده میگیرد و محو کنه، محو به این معنا، نه اینکه اومده و محوش میکنه، نمیذاره صادر بشه از تو. گفتم اینجا دیگه چه کنم، یه مقدار طلبگی میشه، حالا بگم من اینا چه بسا این هم بتونیم ما از این روایت یه برداشت اینجوری بکنیم، ولی خب اون ظاهر روایت اون بود. خدمتتون عرض شود که این از نظر ارزشی، میریم سراغ از نظر زیبایی در بین این اقسام. اونجایی را که انسان حیا کند از شاهدی که غیر مشهود است به حس ظاهریش، اما اینجور نیست به این که غیریتی بین خود و او ببیند، مثل اولی نیست، بلکه همراه حسیسم میشه، از من جدا شدنی نیست، در درون خود من هست. این قسم از حیا، این کاشف از این است، یعنی که حیا من نفس است، خوب توجه کن، این کاشف از این است که هنوز اون حس انسانیت در من از بین نرفته که عقل عملی است، هنوز قوای حیوانی نتوانسته است اون ودیعه الهیه انسانیه که در من نهاده است او را چکار کنه، محوش کنه، هست به جوری که او مانع میشه، اون ادراک درونی یعنی خودم خجالت میکشه، صحبت خدا اینجا دیگه نیست، شو شهود او را نسبت به عملم خودم ادراک میکنم، من همراه منم هست، جدای از من نیست، درسته؟ این رو یادم نرفته، توجه کنی، این معنیش اینه که هنوز عقل عملیش که ادراک حسن و قوب میکنه سر جا خودش هست. این خوب توجه کن چه میگم، هنوز انسانه، مسخ نشده، به صورت یه حیوان در نیومده، فهمیدی چه مهمه جو صریح بیام سطح بیارم پایین، حیوان نشده، نه بهره ای از انسانیت داره، لذا حسن و قبح عمل چیه؟ سرش میشه، حسن و قبح عمل سرش میشه. این در بین اقسام حیا میگن زیباترینشه، نه با فضیلت زیبا. چرا؟ با اونیش که فرق داره با اون قبلی، قبلی غیریت بود بین شاهد و من، اینجا غیریتی در کار نیست، همراه است، لذا اون فضیلتش بیشتره، اون فضیلتش بیشتره، ارزش او بیشتره. نمیبینم او هم مرا، دیدن او را هم نمیبینم، خیلی بالاست او، در این حال چیکار میکنم؟ شرم میکنم از اون، خیلی ارزشمندتره. اما اینجا نه، اینجا همراه هم هستش، غیریت بین من و او نیست، همراه خودم هست. لذا تعبیر در روایت اینه: احسن الحیاء استحیاؤک عن نفسک، زیباترین حیاها اون حیاییش که از پیش خودت، درون خودت حیا کن.
لذا ما تعبیرات گوناگون داریم در این رابطه که در روایات ما هست. در یه روایت غایت الحیا ان یستحی المرء من نفسه، نهایت حیایی که شخص از پیش خودش عمل قبیحش رو ترجمان حیا کنه انجام نده. این تعبیر من نفسه یعنی هنوز عقل عملیش چیه؟ حسن و قب سرش میشه، فهمیدی؟ هنوز از وادی انسانیت خارج چه نشد. در یه روایت دیگه داریم من تمام المروه ان تستحی من نفسک. مروت ما گاهی تعبیر ساده که میکنیم این جوانمردی از خصلت های انسانیست دیگه، درست یا نه؟ حیوان نمیشه بهش گفت جوانمرده. مروت که میگیم الان من دیگه چیکار کنم تعبیرم؟ خصلت انسانیتش تو از دست هنوز چیه این؟ نداده. میخواستم اینو بگم، من اینو همش معید این معناست. لذا از نظر تعبیری که گفتم در روایت دارد، زیبایی بین این اقسام زیباترینش اینه، اونیش که آدم از پیش خود حیا کنه که جنبه تحمیلی تحمیلی هم نداره. خیلیش قشنگه این دوا، تحمیلی نداره، خودجوش هست. توجه کنی که گفتم کاشف از اینه، از وادی انسانیت خارج نشد. اما سوم، از نظر کاربردی در سطح جامعه مهم اینجاست. در بین اقسام حیا، اون حیایی که از همه اقسام کاربردش بیشتره در جامعه، حیا از خلق است. چرا حالا میگم؟ و این که چون اینجا دیگه بحث شاهدی است که مشهود از ظاهره، میبینم که مرا میبیند، به حس ظاهری دارم میبینم، به حس ظاهری دارم میبینم، مثل اونا نیست. توجه کن چه عرض کردم. حالا چرا کاربردش رو عرض میکنم؟ از نظر خدمت و حسد درجه بندی کردن و ابتدایی ترین اقسام حیاست. تقسیم بندی اینجوری ها، ابتدایی ترین اقسام حیا، حیا من الخلق است، و انتهایی ترینش هم حیا من الله است. نیا کنید اینجوری میریم حالا. ولی این هست، زیربنای حیا در انسان حیا من الخلق است، که اگر این بود بقیه میتونه دونه دونه بیاد پشت سر این بیاد، که اگر این نباشد بدونید هیچ کدوم دیگه از این اقسام حیا خبری ازش نیست. نه حیا من اولیاء الله دارد، نه حیا من ملائکه دارد، نه حیا من نفس دارد، نه حیا من الله، هیچ چیز دیگه نداره. حالا جهت چی عرض میکنم من؟ که من لم یتق وجوه الرجال لم یتق الله سبحانه. اگر کسی پرهیز نداشته باشه از چی؟ از اینکه مردم دارن میبیننش، چون این دیگه پرهیز از خدا نداره. چرا؟ چون مردم خودت داری با چشم سرت میبینی که داره میبینه، خدا رو که نمیبینی با این چشم سره. وقتی که این رو ملاحظه نکنید که خدا سهله. من لم یستحی من الناس لم یستحی من الله. خیلی روشن، وقتی بنا شد کسی از مردم خجالت نکشه، از خدا خجالت نکشه. شر الاشرار، دوندون روایت ها رو میخونن، من لا یستحی من الناس، در بین اشرار شرترینشون یه همچه آدمی که از مردم خجالت نمیکشه. یه جمله ایست که ما در محاورات عرفی هم هممون میگیم، همتون هم بلدی، میگن حیا به چشم. میگه ما رفتیم اومدیم سطح آوردیم پایین، حیا به چی؟ به چشم.
وقتی بناشو میبینم که میبینه خجالت نمیکشم. یه چی میخواد؟ البته من بگم این متخذ از روایت ماست، یه روایت از امام باقر علیه السلام داریم. دارد حضرت به اون خادمش میسر فرمود: یا میسر، ازا طلبت حاجتن فلا تبتلها باللیل وطلبها بالنهار فان الحیاء فی الوجه. این همونه که حیا به چشمه. حالا شما دقت کنید ببینید معارف ما در اسلام. اسلام تمام حساب شده احکامش آمده، توجه کنید. و اون نیست که این تعبیری که کردم حیا عبارت از پرده داریست، چون اول بحث بارش شدم حرفم هم زدم توضیح هم دادم واسه تو که یه پوششیست بر روی روح، پرده داریست. بی حیایی پرده دریست. همین اولین قسم از زیر اقسام حیا که از اینجا شروع باید بشه بره جلو، که این مربوط است به روابط اجتماعی در سطح جامعه. اگر بنا بشه این از بین بره چه میشه؟ بس ما اینجاست. این جمله که من میگم اول بحثا که یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما ترویج بی‌حیایی است. میفهمی یعنی چی؟ یعنی پرده دری. اینی که در اسلام آمده از اهم واجبات است، امر به معروف و نهی چی؟ از منکر. میدونی واسه چی؟ برای اینه میخواد جامعه پرده دری درش رواج پیدا چه نکنه. اسلام دنبال اینه، توجه کنه. چون اگر گوش کنی این پرده حیا در سطح جامعه شکسته بشه، یعنی این از اون خجالت نکشه کارو چیز کنه، چیزی سنگ رو سنگ بین نمیشه، سنگ رو سنگ بین نمیشه. گوش کنی دیگه من حرفا این چی؟ وقتی که بنا شد من از تو خجالت نکشم، از خدا خجالت میکشم، احکام شرعیه. سوال میکنم ازت دیگه، بینی و بین الله، از خودم خجالت میکشم، خودم با خودم خودمونیم، با تو ممکن رو درواسی داشته باشم؟ توجه کنید این همه تأکید شده نسبت به امر معروف و نهی از منکر. برای همینه که اگر این پرده در سطح جامعه دریده بشه، بهتون بگم یک جامعه است میره به سوی حیوانیت تمام شد دیگه، انسانیت، نه الهیت، حتی انسانیت هم ازش میمیره. توجه کردی؟ قبحی سرخشه میشه. توجه کن چیز کنه. و لذا من اینه تذکر بدم، دشمنان اسلام از این جهت خوب فهمیدن که راه ضربه زدن به جامعه اسلامی چیست؟ ترویج بی حیایی است. اگر این بشود شد، اونا به اهدافشون رسیدن. تو باید دفاع از دین بکنه، شرف بکنه، ناموس بکنه. قشنگ توضیح دارم واسه تو میدم. قبول دارین یا نه؟ دیگه انسان هستش که اون کسی دفاع از چی میکنه؟ دین میکنه، دفاع از انسانیت میکنه که چیه؟ پرده حیا داشته باشه، حیا من الله باشه. درسته یا نه؟ اینا همه که من گفتم دیگه. اگه وقتی این خبری نشه از هم خجالت نکشته، مثل حیوان ها تعجب کنی. من تعبیر کردم اینجاست دیگه، راحت اینا بر اون جامعه چیه؟ میتونه احاطه پیدا بکنن. تعجب کنی هیچ خبری از غیرت، من چون در بحث غیرت هم اینا رو گفتم، خبری ازش چیه؟ نیست. نه غیرت دینی دارد، نه غیرت انسانی دارد، توجه کنید، نه حیا الهی دارد، ابن الله دارد، نه حیا، هیچی ندارد. لذا اینی که من عرض کردم که اگر نعوذ بالله این معنا ترویج پیدا بکند، آن وقت این
اشتباه نشه. یه وقت میگی ترویج بی حیایی یه سر مسائلی را که میفهمید یعنی چی دیگه، بس. یه وقت میگی به این که پرده داری، اینو دقت کن حرف من رو، یه وقت میگی پرده دری ترویج پیدا کنه، یه وقت میگم نه پرده داری چه بهش اهمیت داده نشه، نه پرده دری ها، بی تفاوتی، اینا رو با هم فرق بذارید. اون بی تفاوتی زمین ساز پرده دریست، فهمیدی؟ یعنی نگاه میکنی که کشی نمیگذره یه همچه حالتی داره. یه وقت میگی پرده دری نکن، یعنی عمل زشت رو نکن، شو یا میگی نه اون چیز نیست، پرده داری نه، پرده داری، پرده داری اینه. و اینکه میگه نهی از منکر، این مسئله چیه؟ پرده داریستی. وقت اشتباه نشه نه، چون خودم که منکر میبینم جلوشو میگیرم. برای چی ها؟ برای اینکه پرده داری بشه بعد در جامعه، توجه کنی، پیشگیری ما تعبیر میکنی، توجه کنی، چون این زمین ساز پرده داریست در جامعه. اینا رو به هم تفاوت قائل بشی. اینی که من عرض کردم اینه، بعض اقسام دیگر هم دارم که دیگه من خسته شدم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الأئمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمک العظیم العظم العز الأجل الأكرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اجعلنا مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وتوفنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائج المؤمنين واشف مرضى المسلمين وأد ديونهم وسلم المسافرين منهم واغفر لموتاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين واحفظ حماة الدين وأيد المروجين واجعلنا منهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم ارحم زعيم المسلمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من عبانه وأنصاره بشهادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا